میخوام با تیبل شروع کنم یه وبسایت بسازم، ببینم چه جوری میشه وبسایت ساخت. میام اینجا از ایمت استفاده میکنیم و اینا رو هم درست حسابی همه کارمون رو انجام میدیم. ایشون میشه صفحه ایندکس ما. میام اینجا میگم تیبل، یه تب میزنم، تیبل رو برام میسازه. یه ویتس داش، ویتسشو میذارم مقدار مثلا 1200 پیکسل، 1200 میذارم. هیت نمیخوام بذارم. مقدار الاین داره، الاینش رو میذارم سنتر. و مقدار سل اسپیسینگ داره، اسپیسینگ رو فعلا میذارم مقدار 10. سل پدینگ داره، میذارم مقدار مثلا 10. و بوردر داره، میذارم مقدار 2. یه تیار دارم، 4 تا تیار دارم، کنترل سی کنترل وی 4 تا میذارم و میام اینجا رفرش میکنم. یه همچین چیزی رو دارم، میخوام یه همچین وبسایتی رو بسازم. میام اینجا شکلش رو بکشیم. معمولا وبسایت به این شکل، اگر یه صفحه رو اینجوری داشته باشین، اینجا بشه مقداری دارم به نام هدر، مثلا شعار وبسایت هم باشه. اینجا همه وبسایت ها منو دارن، یه منو میذارم، همون لینک های انکر ها. این بشه کانتنت، بشه در واقع جایی که دیتا ها قرار بگیرن. و این قسمت هم بشه فوتر. کل وبسایت ها اکثرا به این شکل هست. حالا ممکنه هدر داشته باشن، ممکنه نداشته باشن، اون دیگه بستگی به طرف مقابل داره. ولی معمولا هدر رو حالا در حد کوچیک یا بزرگ حتما خواهند داشت. منو هم که حتما دارن، کانتنت هم که دیتا است، فوتر هم که در واقع طرف مقابل خودش رو معرفی می‌کنه، اون چه بدم لینک می‌ذاره از این اول. معمولا تمام وبسایت‌ها به این شکل هست. میام اینجا برمیگردم، میگم تو هیتت، هیتا رو در مورد صحبت کردیم دیگه، ایشون بشه هیتش مثلا 100. و میخوام 4 تا تی دی بزنم، یکی دو تا سه تا 4 تا. اینم میگم در واقع منومه دیگه. بیاید اینا رو حواستون باشه حتما کامنت گذاری بکنید. ایشون مثلا میشه استارت هدر، کنترل سی میزنیم و کنترل وی، ایشون بشه ان هدر و ایشون بشه مثلا استارت منو، کپی کنیم و بندازیم پایین، ایشون بشه ان منو. اینا همینطور کنترل وی بشه استارت کانتنت و این کانتنت. این هم بشه استارت فوتر و هم اقوار اند فوتر. خب من اول از کجا بفهمم چند تا تی دی یا چند تا کالم خواهم داشت توی صفحه‌ام؟ حالا من خواستم اینجا 4 تا بذارم، از کجا باید بفهمم؟ ببین، به تعداد صفحاتت که منو می‌خوای داشته باشی. و یاد نمیاد من اومدم در واقع 4 تا صفحه دارم، گالری، کانتکت، اباوت، ایندکس. خب پس بعد بیام توی صف در واقع قسمت منو 4 تا لینک داشته باشم. خب 4 تا لینک می‌خوام، به ازای هر لینک هم یه تی دی می‌ذارم. میگم یه تی دی، یه تگ A، میگم که تو بیا برو صفحه ایندکس، یه کنترل اسپیس هم میذارم اسمشو بنویسم ایندکس. خب یه کنترل سی کنترل وی میذارم، ایشون میشه اباوت من، میگم اسمش از اباوت و میفرستم صفحه اباوت داد html. کنترل سی کنترل وی میذارم، ایشون بشه کانتکت و ایشون هم میذارم کانتکت. کنترل سی کنترل وی، ایشون میشه گالری و این هم بشه گالری. خب یه قاعده ای هستش برای اینکه سایت های تیبل، سایت ها رو میخواستم به صورت تیبلی بزنم تو گذشته ها. ببینید سایت هایی که قبلا زده میشه و قبل از اینکه دیو بیاد، قبل از اینکه سکشن بیاد، آرتیکل بیاد، اینا رو جلسه بعد هم صحبت کنیم، اون HTML 5 هست، نو بیاد، فوتر بیاد که برای اینکه یه سایت رو بسازن، قبل از اینکه همه اینها بیان، چیز اولاش 14 سال پیش، 15 سال پیش سایت ها رو می‌خواستم بزنم با تیبل می‌نوشتم. خب فرانت رو کامپلت می‌اومدم با این قضیه. اصلا ما سی اس اس 3 که الان اومده، مثلا ما سی اس اس 1 هم داشتیم، سی اس اس 2 هم داشتیم. خب اینا خیلی قدیمی هست.
از مثلا CSS 2 مثلا من یا CSS 3 حدود سال 92 به این ور بود اومدش، یعنی حدود 7 سال پیش. قبل CSS 2 بوده، قبل CSS 1 بوده، خیلی ضعیف بود تو صفحات وب. حالا به این شدت اومده رشد کرده تو این چند سال از اومده این سری اتفاقات افتاده. ما نگاه کنید، اومدیم گفتیم صفحاتمون رو الان 4 تا صفحه داریم و تو این تی دی یه دونه چی داریم در واقع تگ ای داریم که ایشون از نوع این لاین تی دی رو هم که میگیم میدونید از نوع این لاین بلاک بود، اومدیم در واقع این لاین چیز از نوع بلاک بود که اومدیم بررسی کردیم به چه صورت هستش تی دی رو از نوع ببخشید از نوع چیز هستش، اما یو ال ال قاطیش کردم، از نوع چیز تیبل سل، از دیسپلیش از نوع تیبل سلول هستش که اومدید دیدید به چه صورته. من میتونم اینجا توش چی قرار بدم؟ تگ A قرار بدم. توی ایشون هم همینطور تگ A قرار دادم، توی ایشون هم تگ A قرار دادم و برای ایشون هم همینطور. پس من فهمیدم توی این تیاره قرار هستش که 4 تا سلول قرار بگیره و این تیاره کلسپنش چنده در واقع؟ 4ه. این تیار در واقع کلسپنش 4ه. صفحات وب رو قبلا میخواستم بفهمن که کلسپنش چنده از اون منوهاش میفهمید. یعنی اگه میدیدن 4 تا در واقع ارزش صفحه داشته باشن، گفتن خب 4 تا صفحه داریم پس کل اسپن این تیاره هستش 4، برای بقیه هم همین رو در نظر میگرفتن، کل اسپن 4 در نظر. حالا من بیام اینجا اگر بیام یه رفرش بکنم، میبینید منوها اومده اینجا قرار گرفته. خب برای یه سایت خیلی زشتی اینجا خواهد بود، میخوام به مرور زمان درستش کنم. میام هدرم رو یه تی دی میذارم، یه H1 میذارم، یه Align میذارم داخلش و میگم که Center. مثلا من میگردم میگم Hello World و یه در واقع رفرش بکنم. میبینید اومد ریخ به هم دیگه همه چیو. این H1 خب درشته، مقدارش زیاده و TDI بعدی هم وجود ندارن که بیاد این رو در واقع متعادلش بکنه. بعد من میخوام که این TD به اندازه 4 تا بیاد فضا اشغال بکنه. خب خیلی راحت کل اسپن ایشون رو بذار 4 و ستای دیگه بقیه رو جنریت نکن. ببین اومدش به اندازه این 4 تا شد. کانتنت هم همینطور، این کانتنتی که اینجا هستش، من میام اینجا یه تی دی قرار میدم، میگم تو کل اسپنت بیاد بشه 4 و یه اچ 1 داخل قرار میدم، مثلا میگم که باز هم هلو ورد قرار میدم داخلش، میام یه هلو ورد داخلش قرار میدم و مقدار الائن رو هم میذارم سنتر، یه مثلا تگ پی قرار میدم که الائنش هستش مقدار سنتر، یه آی ام جی داخلش قرار میدم، آی ام جی رو مینویسم و میگم که تو بیا برو تو ایمیجز و یه همچین چیزی. بیت سایتش هم مشخص میکنم، بیتش مثلا میذارم 300 و هیتش هم همینطور میذارم 300. آلت هم حالا حتما باید چیزی بذارید، حالا من مثلا میذارم تست و زیر این تگ دوباره یه لورم قرار میدم، حالا مثلا ضرب در 2 یه تب میزنم. حالا ببینید این هم اومد شد چی؟ این کانتنت منه. توی کانتنت هم اومدم گفتم کل اسپنش بشه 4. چرا گفتم بشه 4؟ در واقع نخواستم پایینش سه تا تی دی دیگه قرار بدم که بخواد این رو از حالت سایت خارج بکنم و نگاه کنید به اندازه اون 4 تا اومده بالا جای گرفت. فوترش هم همینطور، در واقع در این قسمت که فوتر قرار گرفته یه تی دی هم میذارم و یه تگ پی قرار میدم، یه الائن مینویسم، مینویسم سنتر و مثلا مینویسم دیزاین وبسایت بای مثلا تورج آرمین مثلا 2021 همچی چیز و اومد یه همچی چیزی قرار گرفت. فقط یادم رفت که کلسپن این رو چکار کنم بذارم 4 بیاد اینجا به این شکل قوی. خب اومد یه وبسایت درست شد، اصلا قیافه نداره، اصلا شبیه صفحات وبم نمونه، چی کارش کنم؟ بیاید تو تیبلتون دستکاری کنید. تیبلتون اینجا بوردرش 2ه، من بوردر اینو برمیدارم میکنم 0 ببینم چه اتفاقی. ببین بوردراش برداشته شد، یه مقدار شبیه وبسایت شد. 2 سل اسپیسینگ و سل بدینگ رو هم 0 میکنه که بیشتر واسه شبیه به وب بشه. خب الان باز بهتر شد. 3 میایید برای اینها بیجی کالر بذار، مثلا مقدار بیجی کالر این رو بذار مثلا یه مقدار سپریت بشن همه چی با هم دیگه، مثلا لایت
گری. بیایم اینجا یه رفرش بکنیم، میبینید این در واقع رنگش مشخص شد. بیایم تیار خودش الاین رو هم داره. آقا من اگه بگم سنتر فرزندهای داخلش هم میان وسط پایین هستن. ببینید الان اومد اینجا به این شکل. میتونید به تیار این منوی یه هیت هم بدید. هیت بدید مثلا 50 و یه مقدار اینا هیتش بیشتر بشه و یه بیجی کالر هم بهش بدید. مثلا بیجی کالر چی بدیم؟ میگیم مثلا وایت سموک. وایت سموک رو سفید دودی. یعنی یه مقدار رنگش عوض شده، سفید دودی طوری شده. من فکر می‌کنم بتونم متوجه بشید سفیدش رنگش میشه سفید. و بیایم فوتر رو هم یه رنگی بدم. فوتر رو هم بیام و یه بیجی کالر بهش بدیم. این هم بذاریم همون مقدار لایت گری. این رنگا رو جلسه بعد که بخوایم CSS در واقع آموزش بدیم بهتون کامل آموزش بدیم. نگاه کن یه مقدار شبیه به صفحات وب شد. تکنیک ساختن صفحات وب به واسطه تیبل به این شکل میشه که میواد از همین کلسپن و همین مواردی که اینجا دارید میبینید استفاده میکرد. حالا من روی about کلیک بکنم میرم تو صفحه about. حالا من برمیگردم این about بعد همه چیز ثابته، فقط این دیتا وسط عوض میشه. شما میاد چیکار میکنید؟ میای کنترل A کنترل C رو میزنید، توی about هم همین رو قرار میدید، فقط اینجا میشه مقدارش about که جدا بشه، ولی این دیتای وسط میتونه یه عکس دیگه قرار بگیره. حالا مثلا سوشال گذاشتیم اینجا، مثلا بذارینش support و مثلا چیزی قرار نگیره. حالا فعلا هم قرار نگرفت نگرفت، مثلا بیاد اینجا بنویسیم مثلا this page is a مثلا is about. همین رو کپی کنید برای کانتکت هم بذارید، فقط به جای در واقع اینجا about بنویسید کانتکت که بفهمید. عکسش هم عوض بکن و بشه wallpaper مثلا. برای گالری کنترل A کنترل C بذارید. گالری رو یه مقدار روش دستکاری میکنیم. گالری بیاد منانه که اینجا بشه گالری، بیاد کلی عکس قرار بگیره. این مثلا اینجا این ایمیج رو ما گذاشتیم، کنترل C میذاریم و داخل این PA کنترل B میذاریم، عکس ها رو عوض کنیم. مثلا بیاد بشه ایشون و یکی هم مثلا بشه ایشون. مثلا سه تا عکس گذاشتیم. بریم حالا یه رفرش که بکنیم about رو بزنیم، می‌بینید صفحه about تو ایندکس می‌خوایم بریم راحت میره ایندکس. اینجا هم دقت بکنید صفحات داره عوض میشه. about اومدیم about، contact بیایم میایم تو صفحه contact، گالری هم میایم تو صفحه گالری. الان من یک در واقع وب ساختم با تیبل که 4 تا صفحه داره. به این شکل در واقع کمکتون می‌کنه که تیبل رو خیلی بهتر بشناسید. می‌تونید با تیبل خیلی ساده رد بشید، ولی خب حالا من به این صورت گفتم که میشه در واقع باهاش یه وبسایت خیلی ساده ساخت و شما بتونید صفحات وب رو به وسیله تیبل به همین راحتی درست بکنید. اگر سوالی هست بپرسید، نیستش که فیلم رو نگه دارید.